خب بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام خدمت دوستان عزیز، در خدمتون هستم با پارت دوم بحث مربوط به طراحی اعضای کششی در سازه‌های فولادی. همونجوری که خدمتون عرض کردم، اعضای کششی اعضایی هستند که نیروی به صورت محوری و به صورت یک نیروی کششی به سطح مقطع عضو اعمال میشه. در جلسه قبل ما معیارهای طراحی اعضای کششی رو خدمتتون عرض کردیم، گفتیم که یک معیار مقاومت داریم، یک معیار لاغری داریم. معیار مقاومت خودش بر دو تا پایه هستش، یکی تسلیم شدگی در طول عضو و یک مورد دیگه معمولا شکست در محل اتصال هستش که اولی برابر با 9 دهم FVIG هستش، یعنی تسلیم شدگی رو سطح مقطع کل در واقع اتفاق میفته و تسلیم شدگی در سطح مقطع مؤثر در واقع اتفاق میفته. من این روابطی رو که داشتیم رو خلاصش رو براتون اینجا میارم، خلاصش رو میارم، یعنی دیزاین طراحی اعضای کششی، دیزاین آف تنجن ممبر میشه طراحی اعضای کششی، دیزاین آف تنجن ممبرز طراحی اعضای کششی. بچه ها یه معیار مقاومت داریم، استرنگ کریتریا هستش، که شامل دو تا پارامتر هستش، یکی تسلیم شدگی در سطح مقطع کل PAT 9 دهم و PAU FVIG هستش و دومی شکست در سطح مقطع چی بچه ها؟ مؤثر، یعنی IE که در واقع PAT PAN ضرب اینها میشه چی؟ میشه در واقع این شکست در محل سطح مقطع مؤثر. مینیموم این دوتا در واقع میشه فیتی پی ان، همون نیرویی که یک مقطع کششی میتونه تحمل کنه که این نیرویی که تحمل میکنه از بارهای اعمالی بایستی بیشتر باشه. اما این آی ای که اینجا میبینید، این سطح مقطع مؤثر هستش. سطح مقطع مؤثر همون جوری که عرض کردم میشه یو در آی ان سطح مقطع خالصه بچه ها. این آی ان چیه؟ خب این رو جلسه قبل بهتون گفتم، این نت اریا هستش، سطح مقطع خالص هستش. و ولی این یو چیه؟ این یو که بحث امروز ما هستش، این یو عرضم به حضورتون، این رو بهش میگن ضریب تأخیر برش، ضریب تأخیر برش، یا به انگلیسی بهش میگن شیر لگ فاکتور. این شیر لگ فاکتور در واقع بهش میگن ضریب تأخیر برش که بحث امروز ماست، که معمولا بچه‌ها این یو یه عدد کمتر از یکه، کوچکتر یا مساوی یک هستش، یو کوچکتر یا مساوی یک، یعنی باعث میشه مساحت خالص کسر بشه. دیدیم مساحت خالص مساحتی هستش که به علت سوراخ از مساحت کل کمتره، از مساحت کل کمتره. و مساحت مؤثر هم بچه‌ها، و مساحت مؤثر هم از مساحت خالص کمتر هستش، که میخوایم در مورد این صحبت کنیم. پس بحث امروز ما بچه‌ها چیه؟ سطح مقطع مؤثر هستش، area effective area. Effective cross section. Cross section. سطح مقطع مؤثر. خب سطح مقطع مؤثر ببینیم چی هستش. اما
بریم سراغ این که این سطح مقطع مؤثر ببینیم چی هستش. خب یک عضو کششی رو در نظر بگیرید دوستان عزیزم. این یه ورق هستش، یه ورق هستش خب، که تحت اثر یه نیروی کششی قرار گرفته. اینم نیروی کششی، این نیروی کششی که میبینید به مقطع وارد شده. فرض کنید یک، ارزم بزرگتون، یک ورق اتصال هم دارین اینجا. یک ورق اتصال هم ترسیم میکنم، یک ورق اتصالی به این صورت. خب اینم یه ورق اتصال. خب این ورق اتصال، این هم عضو کششی که در واقع به این وصل هستش. خب دیدید که ما در جلسات قبل این عضو کششی با استفاده از یک سری پیچ هایی به این ورق اتصال متصل میشه. حالا من ورق اتصال ضخامتی براش نذاشتم، این به علت اینه که ما تو این نرم افزار پاورپوینت دیگه امکانات 3D مثل نرم افزار فرض کنید اوتوکد یا 3D ماکس یا نرم افزار دیگه نداریم به اندازه ای که ما در واقع بتونیم این کار رو انجام میدیم. ببینید اینجا یه پیچ اینجاست، یه پیچ اینجا فرض کنید. حالا پیچ ها رو به صورت دایره نشون بدیم شاید بهتر باشه. یه پیچ اینجا، بله اینجوری بهتر. فرض کنید سه ردیف پیچ، با سه ردیف پیچ این وصله، با سه ردیف پیچ وصله. خب تو این حالت بچه ها، تو این حالت وقتی که تحت اثر نیروی کششی قرار میگیری، در واقع قرار میگیره، کل مقطع در بارگذاری کششی مؤثر هستش. یکی داره زنگ میزنه. خب دوستان گرامی، نکته ای که هست اینه که ما در محل اتصالی که اینجا داریم، درسته سوراخ، آقا سوراخ داریم، این سوراخ ها باعث کاهش سطح مقطع میشه، ولی این سطح مقطعی که اینجا کسر شده، ببین ما این سطح مقطعی که داریم اینجا یه سطح مقطع است، عرضم به حضورت که در واقع سوراخ ازش کسر شده، اینجا هم یه دونه سطح مقطع است و این انتها هم یه سطح مقطع دیگه داریم. در واقع این از سطح مقطع کلی که داریم، ببین سطح مقطع کل اینه، این سطح مقطع کله، این سطح مقطع کل در واقع چیه بچه ها؟ این IG هستش، این سطح مقطع IG هستش، این چیزی که اینجا هست، این سطح مقطع IG هستش و این سطح مقطعی که اینجا میبینید IN هستش، در واقع دو تا مسافت سوراخ ازش کسر شده، این IN هستش و IE مسافت مؤثر تو این حالت با در واقع، یعنی این مسافتی که اینجا میبینید کلش در بارگذاری تاثیر داره، ولی همیشه اینجوری نیست بچه ها، همیشه اینجوری نیست. گاهی وقتا که الان میخوام نشونتون بدم، این در واقع اون چیزی که در بارگذاری مؤثر هستش با این IN یکی نیست. چه موقعی؟ مواقعی که بچه ها، مواقعی که ما یک عضو مثلا مثل یک نبشی داشته باشیم اینجا. فرض کنید اینجا ما مقطع ما به جای این که یک ورق باشه یه نبشی باشه. اینجا یک نبشی داشته باشیم. اگه یه نبشی داشته باشیم ببینیم چه اتفاقی میفته. ببینیم پس ما یه ورق اتصال داریم، یه نبشی داریم به اینجا. ببینیم نبشی از طریق یه دونه ساقش وصله، یعنی یه ساقش وصله، یه ساقش وصل نیست. مساحت کل، مساحت این نبشی میشه، این نیرو هم بایستی به مرکز سطحش وارد بشه، یه جایی این طرف هاست. مساحت خالص هم میشه در واقع مساحت کل مقطع منهای مساحت سوراخ. ولی میدونید چه اتفاقی میفته بچه ها؟ خب وقتی که اومدن آزمایش کردن بچه ها، آزمایش کردن دیدن که
وقتی که این عضو، این نبشی تحت اثر کشش قرار میگیره، یه جاهایی این گوشه ها تنشش صفره، یعنی نیرو نداره، یعنی این گوشه ها یک محدوده تقریبا این شکلی هست که یه محدوده این شکلی است که این محدوده این شکلی که میبینید این چیه؟ تو این محدوده بچه ها تقریبا تنش صفره، منطقه با تنش صفر. پس اینجا چیه این منطقه؟ این منطقه محدوده با تنش صفر هستش. این محدوده با تنش صفر، وقتی که محدوده بچه ها تنشش صفره، یعنی اصلا انگار که وجود نداره. پس اینجا یه محدوده است، یه ریژیون وید نو استرس، یا استرس مساویه با صفر، تنش مساویه با صفر. خب یه منطقه است با تنش صفر. وقتی که تنش اینجا صفر باشه بچه، یعنی انگار وجود نداره، یعنی این که ما سطح مقطع کل ما که کل آی جی هستش، ما بایستی این آی جی رو در واقع کمش کنیم، در واقع با استفاده از سوراخ‌ها کسر کنیم، و بعد از اینکه سوراخ‌هاش رو کسر کردیم، یه قسمتی از مساحت رو هم به علت اینی که تنش اونها صفره بایستی باز کسر کنیم. به مساحتی که اینجوری باقی میمونه بهش میگن مساحت خالص، یعنی اون چیزی که باقی میمونه، اون چیزی که واقعا در بارگذاری تأثیر داره بهش میگن آی مؤثر، که برابر با یه ضریبی کمتر از مساحت خالص هستش. یه ضریبی کمتر از مساحت خالص، به این یو میگن ضریب تأخیر برش. پس ضریب تأخیر برش بچه ها چه موقعی اتفاق میفته؟ دقت بفرمایید، موقعی که یه عضو کششی چند قطعه باشه، مثل اینجا دو تا قطعه است، قطعه یک پایینی، قطعه دو بالایی، دو تا قطعه است. این قطعه دوم رو من رنگش رو عوض میکنم، قطعه دو رو رنگش رو عوض میکنم. این قطعه دو در چون وصل نیست، ببینید به مستقیم که به گاست پلیت وصل نیست، این قطعه یک به گاست پلیت وصله، درسته بچه ها؟ این با پیچ وصله ولی این قطعه دو وصل نیست. جاهایی که قطعه مستقیم به گاست پلیت وصل نیست، همیشه یک محدوده با تنش صفر توش اتفاق میفته. یعنی مثلا ما این قطعه، این قسمت رو اگه حذف کنیم، یعنی بود و نبودش مهم نیست، این قسمت رو ببریم اصلا تأثیری نداره، بنابراین از مساحت کل کسر میشه. چیزی که واقعا باقی میمونه رو بهش میگیم مساحت مؤثر. این مساحت مؤثر رو با ضریب یو محاسبه میکنن، که این ضریب یو رو آیین‌نامه به ما داده. آیین‌نامه این رو در واقع طی یک جدولی که خدمتتون میدم این مقادیر رو به ما داده، جدول 10-2-3-1 هست. شیر لک فاکتور رو من توی این در واقع اسلاید میارم مقادیرش رو، شیر فاکتور جدول 10-2-3-1 هستش، که به این صورتی که میبینیم، ببینید ضریب تأخیر برش حالتهای زیادی داره، ولی یه حالت مهمی که داره این حالت دو هستش، که بحث عمده ما همین حالت دو هستش. ببینید حالت یک چی گفته؟ گفته که کلیه اعضای کششی که در آن بار به وسیله پیچ یا جوش مستقیماً به کلیه اجزای مقطع منتقل می‌گردد. حالا یه چیزم داخل پرانتز نوشته. این می‌دونید یعنی چی؟ یعنی ما اگر یک ورق اتصالی داشته باشیم، این ورق اتصال، اینم عضو کششی ما، خب گفته چی؟ گفته که کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ، خب اینجا ما پیچ داریم یا جوش داریم در محل اتصال، به کلیه اجزای در واقع این نیروی کششی به کلیه اعضای مقطع منتقل میشه. خب اینجا چند تا مقطع داریم؟ ما فقط یه دونه مقطع داریم،
همین عضو کششی یه دونه مقطع است، نیرویی که اینجا وارد میشه، این نیروی کششی که اینجا وارد میشه در محل اتصال به کل در واقع مقطع اعمال میشه، کل این نیرو به سطح مقطع در واقع اعمال میشه. منظور اینه که کل مقطع اینجا در بارگذاری تاثیر داره، ولی در حالتی که حالت دو، کلیه اعضای کششی که در آنها بار به وسیله پیچ یا جوش طولی و یا ترکیبی از جوش طولی به وسیله قسمت توسط قسمتی اجزای مقطع نه تمام اجزای مقطع منتقل میگرده، مثل این شکل مقطع ما، کل مقطع ما دو تیک است ولی بار از طریق یه تیکه به ورق اتصال اعمال میشه. یعنی من یک در واقع شکل چی کشیدم؟ یه شکل نبشی کشیدم. نبشی اینجوریه، مثلا بچه ها فرض کنید یک چیز داشته باشیم، یک مقطع سپری داشته باشیم، مقطع سپری هم داشته باشیم همین داستانه، یه مقطع سپری داشته باشیم دقیقا همین داستانه، مقطع سپری هم باشه باز این قسمت تیغه سپری در بارگذاری تاثیر نداره، میشه این حالت دو. این حالت دو یو در واقع مؤثر میشه، توی این حالت یو داریم ولی توی این حالت یو یکه، توی این حالت یعنی همون مثالی که جلسه قبل حل کردیم، اگر یه ورق باشه کل ورق به ورق اتصال وصله، بنابراین کل ورق در محل اتصال در بارگذاری در انتقال بار تأثیر داره. ببینید بحث انتقال باره، بنابراین یوش یک. ولی حالا در نظر بگیرید مثل اینجا، اینجا در واقع این شکلی که اینجا میبینید این یه نبشی از این شکل آینام است، یه مقداری بد کشیده خود آینام، این یک نبشی هستش به ورق اتصال وصله. ببینید این نبشی از طریق این عکس کوچولو رو نمیدونم، ببینید این در واقع بذار بزرگترش کنم، زوم کنم، عکس خود آینامه خوب نیست. اینجا این نبشی که میبینید، این نبشی سطح مقطع کششی، این پایینیش ورق اتصاله. پس نبشی دو تا قطعه داره، قطعه پایینیش به ورق اتصال وصله، قطعه دومش وصل نیست. اینجا واسه ایکس بار حساب بشه، این ایکس بار همون مرکز سطح. اینجا یک در واقع مقطع تی شکل داریم، اینم فرض کنید ورق اتصاله، داریم از روبرو بهش نگاه میکنیم، اینم ورق اتصاله. ببینید این مقطع تی شکل عزیزان من از طریق این بالش وصله، این جانش وصل نیست، بنابراین اینجا باعث یو رو حساب کنیم. پس هر وقتی که چند قطعه بود شکل سطح مقطع و از طریق یه دونه در واقع از یک یا قسمتی از اجزا وصله، ببینید اینجا هم مثلا پیچ هست، این پیچه، فرض کنید اینجا هم دو ردیف پیچ داریم که وصل، این یه ردیف فرض کنید دو ردیف، دقیقا شکل این شکلی که کشیدم، این داریم از روبرو نگاه میکنیم. یا یه مقطع آی شکل داریم که به دو تا بالش وصله، حالا مقاطع آی شکل رو خیلی کاری نداره، یا که از طریق دو تا بال وصله. ببینید این اینایی که میبینید، این اینجا این ورق اتصاله، این بالا اینم یه ورق اتصاله، این مقطع آی شکلی که دیدید، مقطع آی شکل اگر فقط از طریق دو تا بال وصل باشه ولی جانش وصل نباشه، ما بایستی مقطع رو نصف کنیم، این مقطع آی شکل رو نصف میکنیم، یعنی این نصفه رو در نظر میگیریم، این نصفه اینجا رو، این نصفه رو در نظر میگیریم، این نصفه میشه یه مثل یه مقطع تی شکل، مثل یه مقطع تی شکل، این ایکس بارش رو حساب میکنیم. و یا اینکه از طریق جان وصل باشه، از طریق جان وصل باشه یه مقطع آی شکل، ما این مقطع رو نصف میکنیم، این مقطع رو نصف میکنیم به این صورت، این مقطع رو نصف میکنیم و ایکس بارش رو حساب میکنیم. خب این ایکس بار رو که حساب کردیم، یو میشه ایکس بار بر روی ال، یو میشه ایکس بار بر روی ال، که ایکس بار بچه ها در واقع مرکز سطح و ال هم طول اتصال هستش، که حالا من این در واقع شکل طول اتصال رو
اینجا نشون میدم طول اتصال بچه ها به این صورت هستش. خب یه شکل قشنگتری آوردم، یه نبشی هستش. ببینید این نبشیه، یه نبشیه تحت اثر نیروی کششی قرار گرفته. این قسمتی که قرمزه در واقع داخلش نیرو هست، این قسمتی که سفیده یعنی تنش نداره، یعنی انگار وجود نداره. وقتی که تنش نداره وجود نداره. ما مقطعمون دو تا قطعه است، کامپوننت یک، این قطعه یک ساق پایینی، و این هم قطعه دو، کامپوننت تو، یعنی قطعه جزء دو. جزء دو این قطعه بالایی هستش، از طریق قطعه کامپوننت یک به ورق اتصال وصله. خب این الی که گفتیم طول اتصاله، ببینید الی که اینجاست طول اتصاله، فاصله یه مرکز سطح سوراخ اول تا آخرین سوراخ، اینو بهش میگن ال، طول اتصال. حالا اگه جوش بود که طول جوش میشه، اگه اتصال جوشی بود در واقع این طول جوش میشه ال، اگر اتصال پیچی بود مرکزه. ببینیم فاصله یه مرکز ابتدا اولین سوراخ تا مرکز آخرین سوراخ میشه در واقع میشه یو ام. خب بریم سراغ یک مثال، بریم سراغ یک مثال دوستان عزیزم. خب تا اینجای کار کسی سوالی نداره؟ خب مثالی که داریم اینه که ما یک سطح مقطع کششی داریم و میخوایم در واقع ظرفیت اتصال رو، ظرفیت کششی اتصال رو حساب کنیم. ولی اینجا برخلاف مثال‌های جلسه قبل، که مثال‌های جلسه قبل ما عضو کششی اون یه ورق بود، ولی الان چیزی که داریم یه نبشی هستش تو این مثالی که الان میخوایم حل کنیم. یه مثال هست، خب فولاد رو، استیل رو، ST37 میگیریم، ST37، و سوراخ رو استاندارد، این سوراخ رو هول میشه سوراخ استاندارد، و از نوع M16 استاندارد میلیمتری M16. خب شکل مثال هم اینه، یه ورق اتصال داریم، این پیچ ها M20 نوشتم، اینجا M16 میگیریم. خب ببینید بچه ها، این یه عضو کششیه، تنژن ممبری که میبینید این عضو کششیه، یه نبشیه 20 در 20 در 15 هستش. یعنی چی؟ یعنی یک نبشی هستش. ببینید الان از ساب در واقع شکل بالا که میبینید، من شکل سینمای این نبشی رو در واقع اینجا ترسیم کردم، این شکل سینمایی که میبینید بچه ها، در واقع تاپ ویو اون، یعنی سینمای اون رو کشیدم. شکل سه بودی این بچه ها، این مسئله اینجوری هستش، یه ورق اتصال هستش، یه نبشی روی این قرار گرفته. مشخصا وقتی که یه نبشی داریم، این نبشی از طریق یه دونه از ساقهاش وصله، یه دونه ساق دیگهش وصل نیست. طبق در واقع چیزی که تو نقشه کشی خوندید، به این نما از بالا میگن نمای بالا یا تاپ ویو، به این نمای در واقع بغل که میبینید بهش میگن نمای چپ، لفت ویو، و نمایی که این ور میبینید بهش میگن فرونت ویو، نمای روبرو. پس ما نمای بالا داریم، نمای روبرو داریم، نمای چپ داریم، که من این سه نما رو اینجا نشون دادم. این تاپ ویو هستش، نما از بالا. مسئله بچه ها، من مسئله ای که میدم فقط تاپ ویو رو میدم، نهایتش ممکنه نمای روبرو رو هم ببینم، در واقع نمای روبرو رو هم بدم، این فرونت ویو رو هم بدم. این فرونت ویو از روبرو نگاه میکنه، وقتی که از روبرو نگاه میکنید این شکل نبشی رو میبینید، که این شکل نبشی هستش. این گاست پلیت رو هم به صورت یه ورق اینجوری میبینید. نمای چپ که
که از این ور اگه نگاه کنید این نبشی رو اینجوری میبینید، ورق اتصال رو هم به این صورت میبینید. این سینمای این مقطع هستش. خب این مسئله در واقع یک نبشی هستش، این ساقش 20 سانته، این ساقش هم 20 سانته، ضخامت اینجاش هم 15 میلیمتر یا 1.5 سانته. تو این مسئله ببینید ما از طریق دو ردیف پیچ از طریق دو ردیف پیچ در واقع وصله. من این پیچ ها رو اگه بخوام اینجا توی نمای جلو ببین نشون بدم، این دو ردیف پیچ رو اینجوری میبینید، از طریق دو ردیف پیچ یکی از ساق ها وصله، این یکی ساق وصل نیست. بنابراین ما باید این ایکس بار رو حساب کنیم، یو میشه یک منهای این ایکس بار بر روی ال. ایکس بار مرکز سطح و ال چیه؟ ال طول اتصاله، یعنی فاصله بین اولین ردیف پیچ، مرکز سطح اولین ردیف پیچ تار آخرین ردیف پیچ. یعنی اینجا گفتم که ببینید اینجا سه تا دهان است. ببینید این یه دونه دهانه، یه دونه دهانه، دهانه اول، دهانه دوم و دهانه سوم، سه تا 3.5 سانته. این سه تا 3.5 سانت همون ال هستش. یعنی اینجا ال مساوی است با 3، این الی که توی فرمول x مساوی با در واقع یو ام مساوی است با یک منهای x بار بر روی ال، میشه 3 تا 3.5 سانت که میشه 2.5 سانتیمتر این طول اتصال. فقط باید یه x باری وسط حساب کنیم که اون آی مؤثره حساب بشه. خب نحوه حل و چه نحوه حل دقیقاً مشابه اون چیزی هستش که جلسات قبل داشتیم، ولی اینجا فقط ما بایستی یه یوه رو این وسط حساب کنیم. من راه حلی رو که داریم رو مشابه جلسه قبل در واقع حل میکنم. یعنی ما چیکار میکنیم؟ یعنی میاییم در واقع اول مساحت کل رو حساب میکنیم و بعد اینکه مساحت کل رو حساب کردیم، مساحت خالص رو در مسیرهای مختلف حساب میکنیم. خب این شکل سطح مقطع هستش. خب شکل سطح مقطعی که داریم مساحت کل بچه ها میشه چقدر؟ آی جی که داریم، آی جی مساوی است با، خب من اینجا آی جی رو حساب میکنم. این آی جی رو من این رو تبدیل کردم به دو تا تیکه، یه تیکه 15 سانت در 1.5 سانت هستش مساوی است با یه 20 سانت در 1.5 سانت داریم که میشه 30 سانت، یه قطعه دومی داریم که این قطعه در واقع بالایی هستش. این قطعه بالایی خب ارتفاعش 20 سانته، 1.5 سانتی ازش کسر میشه، میشه 18.5 و عرضش هم که همین 1.5 سانت، پس میشه 18.5 در 1.5 که این رو با ماشین حساب میکنیم. خب بریم سراغ محاسباتی که داریم توی نرم افزاری که داریم اسمش ماتماتیکاست، یک نرم افزار معروف محاسبات هستش. 20 در 1.5 به اضافه 18.5 در 1.5 سانت، این جوابش میشه چقدر؟ 57.75 سانتیمتر مربع. این مساحت کل هستش، 57.75 سانتیمتر مربع. خب این مساحت کل رو حساب کردیم، این گراس اریا اصطلاحا هم بهش میگم. حالا بریم در واقع چه کار کنیم؟ بریم سطح مقطع خالص رو حساب کنیم. یعنی این شکلی رو که میبینیم، من این رو کپی پیست میکنم اینجا، مسیرهای مختلفی رو که داریم رو در واقع در نظر میگیریم. این مسیرهایی رو که داریم، اول یه مسیر قائم در نظر میگیرم، اجازه بدید این طولهایی رو هم که داره رو بیارم، این طولها رو هم بیارم، طولهای افقی باش نیومدن، بله به این صورت. خب بله الان خوب شد. خب مسیرهایی رو که داریم، ما یه مسیر قائم داریم، اینه این مسیر قائم،
درسته بچه ها، این مسیر قائم رو من خطچینش بکنم با یه رنگ دیگه. خب این مسیر یک و خطچینم بکنم، این مسیر یک. خب این مسیر یک، مسیر یک اینا روش بنویسم، مسیر یک، مسیر یک یک. خب مسیر یک یک بچه ها یه مسیر قائم هستش که از دو تا سوراخ میگذره. خب این سوراخ هم که مسئله گفته M16 هستش، M16 هم میدونیم واسه پیچ M16 سوراخ استاندارد طبق جدول DN 2 سانت بهش اضافه میشه، یعنی قطر سوراخ اسمی 2 میلیمتر بهش اضافه میشه، عذرخواهی میکنم میشه 18 میلیمتر، و قطر محاسباتی سوراخ D همیشه 2 میلیمتر بیشتر هستش، میشه DN به اضافه 2، DN به اضافه 2 میلیمتر که در نهایت مساوی با 20 میلیمتر. این قطر محاسباتی که مساوی با 2 سانتی متر. پس ما تو محاسباتمون قطر این سوراخ 2 سانت. قطر سوراخ 2 سانت. خب این رو هم میذارمش این بالا، این محاسبات اولیه که داریم، یه مساحت کل و یه قطر سوراخی هم که داریم. خب بریم سراغ محاسبه سطح مقطع خالص در مسیر قائم یک، در مسیر قائم یک که از دو تا سوراخ ازش کسر میشه. پس IN تو مسیر یک، تو مسیر یک مساوی با چیه؟ میشه مساحت کل، همین 57 ممیز 75 که حساب کردیم، منهای N تا، حالا تعداد سوراخ هایی هستش، N تا DT تعداد سوراخ هایی که ازش کسر میشه، که دو تا سوراخ باید کسر کنیم. IG حساب کردیم 57 75 منهای دو تا سوراخ، دو تا دی ام که قطر سوراخ 2، ضخامت ورقی که اینجاست که نبشی 20 در 20 در 1.5، بنابراین قطر این ضخامت اینجا 1.5 سانته. خب پس دو تا دو تا میشه 4 تا، 4 تا 1.5 تا میشه 6 تا، 6 تا از این کسر میشه، میشه چقدر؟ میشه 51 ممیز 75 سانتی متر مربع. این مساحت در مسیر یک. خب یه مسیر دیگه، مسیر مورب در نظر میگیریم، یه مسیر مورب سه پیچه من در نظر میگیرم، یک مسیر سه پیچه، مثلا این مسیر، این مسیر، این به عنوان مسیر دو، این مسیر دو باشه. پس این مسیر دو دو، مسیر دو دو دو، این مسیر دو. توی مسیر مورب دو ما دو تا خط مورب داریم ولی از سه تا پیچ میگذره، یعنی آی جی که داریم، آی ان دو میشه چی؟ این آی ان دو میشه آی جی منهای ان تا دی تی، که اینجا ان دیگه دو تا سوراخ نیست، سه تا سوراخه، ولی باعث سیگما به اضافه استوبر روی 4G بهش اضافه بشه. سیگما استو، اس به توان 2 تقسیم بر 4 تا جی باعث بهش اضافه بشه. خب اینجا اس ما فاصله افقی هستش، یعنی ما تو این سوراخ، تو این سوراخ این فاصله افقی که اینجا وجود داره، که من این فاصله افقی رو فرض کنید با یه رنگ سیاه نشون بدم، این فاصله افقی همیشه در راسته بارگذاری هستش، این در واقع S هستش، این S میشه چقدر؟ 3.5 سانت، چون مسئله گفته این یه دهانه، یه دهانه، دو دهانه، دو دهانه و سه تا دهانه 3.5 سانت مسئله داده، این S مساویه با 3.5 سانت، این S مساوی با 3.5 سانتی متر. پس S فاصله افقی 3.5 سانتی متر و G فاصله عمودیه که چیه؟ 2 تا 6 سانته، 2 تا 6 سانته، یعنی این فاصله قائم، این فاصله قائمی که اینجاست،
این فاصله قائم چقدره؟ مسئله گفته 6 سانته. خب این مقیاس خیلی رعایت نشده، یعنی من این 3 و نیم سانت رو بزرگتر از این 6 سانته کشیدمش که حالا خیلی مهم نیست. پس این جی اینجا جیش مساوی با 6 سانتی متر، جی مساوی با 6 سانتی متر. خب پس چی شد؟ این اس در واقع فاصله افقیه. این فونتش رو کوچیک کنم. این اس این فاصله افقیه و جی این فاصله عمودیه برای هر مسیر مورب. اس فاصله افقی 3.5 سانت، جی فاصله عمود بربارگذاری که 6 سانته، که دو تا مسیر مورب داره. خب پس اینجا ان 2 در مسیر 2 میشه آی جی 5.775 منهای ان تا دیتی، که اینجا دیگه 3 تا سوراخه، منهای 3 تا سوراخ، ولی باید دو تا مسیر مورب اضافه بشه. دو تا ضرب در خط کسری میشه اس 2، یعنی 3.5 به توان 2، 3.5 به توان 2 بر روی 4 تا جی، 4 ضرب در جی هم که 6ه. اینو حساب میکنیم ببینیم چقدر میشه. میریم تو همون نرم افزار ماشین حسابی که عرض کردم خدمتتون، اینا رو حساب میکنیم. 57 ممیز 75 منهای 3 تا 2 تا 6 تا ضرب در 1.5 به اضافه 2 تا ضرب در خط کسری 3.5 به توان 2 تقسیم بر 24، 6 تا 24 تا میشه چقدر؟ میشه 49 ممیز 77. 49 ممیز 77 سانتی متر مربع. از همین الان معلومه بچه ها، عذرخواهی میکنم بچه ها، الان مسیر پس بحرانی کدومه؟ ما همین دوتا مسیر رو تشخیص دادیم. مسیر بحرانی کدومه؟ خب اینجا x بار رو در واقع به این صورت حساب میکنیم. این x بار همیشه مبدا اختیاری رو ما نسبت به پایین میسنجیم. اینجا در واقع x بار حساب شد و بعد از اون u مساوی با یک منهای x بار بر روی l هستش. l طول اتصال هستش که برابر با 10.5 سانت و i هم که میشه u در in که شد چقدر؟ 23 از 44. حالا میریم سراغ همین رابطه ای که در واقع رابطه در واقع محاسبه ظرفیت کششی، که این رابطه است دیگه. این هر چی که ما داستان داشتیم فقط محاسبه آی ای بود، آی جی که 5.75 بود، اینم فولاد 337 که اینا رو داریم. پس میریم سراغ محاسبه ظرفیت کششی مقطع که مساویه با 9 دهم اف وای آی جی و 75 صدام اف یو در آی ای. مینیمم این دوتا میشه چی؟ میشه ظرفیت کششی اتصال، میشه مینیمم ارزم به حضورتون 9 دهم ضرب در اف وای اس تی 37 میشه 2400 ضرب در آی جی 57 ممیز 75 و مینیمم دوتا 75 صدام ضرب در اف یو 3700 ضرب در آی ای 2344 23 ممیز 44. خب این حاصلش میشه چقدر؟ میریم تو ماشین حساب، اولی رو حساب میکنیم. 9 دهم ضرب در 2400 ضرب در 57 ممیز 75 میشه 124740 و دومی که آی ای خیلی کم شده قطعا بچه ها تو اون دومی اتفاق میفته، میشه 75 صدم ضرب در 3700 ضرب در 23 ممیز 44 میشه چقدر؟ میشه 65 تن. ببینید اینجا این مساحت مؤثر چقدر تاثیر داره. به خاطر اینکه تو مقطع تسلیم بشه نیرو واسه 120 تن اهمال بشه، ولی واسه اینکه شکست تو مسیر دو هم اتفاق میفته، تو مسیر مورب اتفاق میفته، نیروش قدرش 65 تنه. 65 تن، 65 ممیز 0.4. پس اینا من مینیموم این دوتا میشه، در واقع اینا رو مینویسم، مینیموم دوتا رو بنویسم، اولی 124 740 124 740
و دومی 65046، 65 ممیز 046 که دومی کمه. یعنی شکست به صورت چیه بچه ها؟ شکست در محل اتصاله و در محل اتصال اون مسیر مورب دو هستش. پس این ظرفیت باربریش در واقع مساوی با، به صورت تون هم می نویسیم، 65 ممیز 0 دیگه، حالا یه رقم اشارم 0.5 تن، 65 تن، 65.05 تن این ظرفیت باربری این مقطع هستش. خب بحث درسی ما بچه ها اینجا به در واقع تموم میشه. فقط من حالت های دیگه ای که برای یو داریم رو براتون میارم. این مثال تموم شد، بحث درسی ما هم تموم شد، فقط همونجوری که عرض کردم این یو حالت های مختلفی داره که باعث یه مقدار بیشتر توضیح بدم. این شیر لگ فاکتوری که اینجا داری، من یه جدول حالت 1 و 2 رو آوردم، ولی شیر لگ فاکتور بچه حالت های دیگه ای هم داره که من چند تا دیگه از حالت هاش رو بهتون میگیم و حالا دیگه این جلسه به اتمام میرسه. شیر لگ فاکتوری که داریم، حالت بعدی که داریم، چند تا حالت مهم داریم، حالت 3 و حالت 4 رو، حالت 3 4 5 رو داریم. حالت 3 جاهایی که کلیه اعضای کششی، این حالت 1 و 2 رو که متوجه شدیم، حالت 1 همون حالتی بود که جلسه قبل داشتیم، یه ورق بود 1 داریم، حالتی که حالا نبشی باشه، یه مقطع تیشک باشه، حتی مقطع ناودونی هم باشه، اینجا مقطع ناودونی رو نشون نداده، حتی مقطع ناودونی هم باشه، اصلا مقطع ناودونی یعنی چجوری؟ یعنی به این صورت یه مقطع ناودونی اگه داشته باشیم، یه مقطع ناودونی داشته باشیم که به ورق اتصال وصل باشه، به ورق اتصال وصل باشه، حالا من ورق ناودونی اینا رو برعکسش میکنم، یه ورق ناودونی باشه، اینجا هم باستی x بار حساب بشه، این x بار هم این فاصله از مرکز سطحش تا اینجا میشه x بار، این x بار رو باستی حساب کنیم، این x بار باستی حساب بشه، ببینیم چقدر، ببین این x بار باستی حساب بشه، این x بار. خب پس ما اگر ناودونی هم داشته باشیم شامل این بند 2 میشه. خب حالا بند 3 چیه؟ بند 3 گفته کلی اعضای کششی که در آنها بار فقط به وسیله جوش عرضی و توسط قسمتی از اعضای مقطع و نه تمام آن منتقل میشود. این معنیش چیه؟ این معنیش اینه که فرض کنید یه ستونی داریم، مثلا یه ستونی هست اینجوری، یه ستونی به این صورت وجود داره، ما یک مقطع فرض کنید این ستون رو رنگش رو اجازه بدید که عوض کنم، کلن یه رنگ دیگه باشه، این ستونی که داریم به این صورته. خب این ستونه، این یه عضو کششی هستش، ضخامتش رو کم کنم، ابعادش رو هم کوچیک کنم. خب یه مقطع آی شکل فرض کن، یه مقطع آی شکل باشه، یه مقطع آی شکل ترسیم میکنم، خب یه مقطع آی شکل، یه مقطع آی شکلی که یه نیروی کششی اینجا به این وارد میشه. پس ببین عضو کششیه، عضو کششی، ولی جوشی که داریم، جوشی که داریم بچه‌ها فرض کنیم فقط جان باشه، حالا مثلا فقط بال باشه، یعنی این بال اینجا جوش میشه، این قسمت ها جوش میشه، حالا من یه جوش خیلی بیریختی کشیدم ولی میخوام بگم که این جوش میشه، مثلا این قسمت بالا جوش میشه، جوش رو چه رنگی بذاریم، داخلش رو قرمز میکنم، خب این قسمت های جوش خیلی بی فرمی کشیدم، این پایینش هم جوش بشه، این بال بالایی و بال پایینی جوش بشه. پس ببینید دو تا بال جوش شده، پس اینجا بچه ها دو تا بال جوش شده، بنابراین مساحت
آن طبق این چیزی که اینجا گفته، گفته آقا یورو یک بگیرید، گفته یورو یک بگیر تو این حالت، ولی آن بچه ها میشه مساحت قسمت هایی که جوش شده. ببینید آن سطح مقطع قسمت اتصال یافته، یعنی دوتا بال فقط میشه، نه مساحت کل. مساحت کل مساحت یه در واقع دوتا بال به اضافه یه دونه جان، یعنی دوتا بال به اضافه یه جان هستش. ولی اگر دوتا بال فقط وصل باشه، آی ان رو گفته آقا میشه چقدر؟ آی ان میشه مساحت این دوتا بال. مثلا فرض کنید عرض بال بی اف باشه، ضخامتش هم تی باشه، میشه دوتا بی اف تی اف، دوتا عرض بال در ضخامت بال. آی ان مساوی است با دوتا بی اف تی اف. این موردی هستش که داریم. خب چه ضبط نمی کردیم. خب مورد سه در واقع این حالتی بود که مثلا یه مقطع آی شکلی داشته باشیم، دو تا بالش رو ما جوش کردیم ولی جانش جوش نشده، یورو یک میگیریم و مساحت خالص رو فقط قسمت های جوش شده میگیریم. در حالتی که دو تا ورق، یه ورق به عنوان عضو کشیشی داشته باشیم، با توجه به طول جوش یوهای ما 75 صدم، 87 صدم و یو مساوی 1 هست. یه نکته ای که اینجا هست بچه ها، تو این حالت اول گفته که طول جوش بیشتر از عرض ورق باشه. نکته ای که هست اینه که بچه ها بایستی طول جوش حتما از عرض ورق حتما بیشتر باشه اگه یه عضو کششی داشته باشیم. کمتر از عرض اصلا یو نداره. گرفتید؟ پس ببینید اینجا طبق همین نکته بچه ها طول جوش L، یعنی این نکته است، اگر طول جوش L کمتر از W عرض ورق بود چیه بچه ها؟ این غیر مجازه، این غیر مجازه. پس این چیه بچه ها؟ قابل قبول نیست، is not permitted، یعنی مجاز نیست. مجاز نیست. پس ما اینجا درست واسه الان که طول جوش از عرض ورق کمتره، اینم یعنی مجاز نیست. شکله، این شکل مهم نیست. شکل مهم نیست. این ضوابطی که اینجا نوشته مهم، شکل شماتیکه. شکل شماتیکه مهم نیست. ضوابطی که نوشته مهمه. اگر طول جوش کمتر از عرض باشه، این مجاز نیست، غیر مجازه. خب این حالا اتصالات هستش، اتصالات لوله‌ای که کمتر تو ساختمون ها استفاده میشه. طول جوش بین بزرگتر از قطر و کمتر از 1.3 قطر باشه، U از این رابطه حساب میشه، 1 منهای X بار بر روی L، که X بار مرکز سطح نصف این در واقع لوله است. L بزرگتر از 1.3 D باشه میشه U مساوی با 1، مرکز سطح هم میشه D بر روی P. خب این اتصالات کمتر تو ساختمون استفاده میشه. اینم میتونیم نتیجه بگیریم که طول جوش کمتر از قطر باشه باز غیر مجازه. خب این مورد 3 و 4 و 5 هستش. مورد 6 عرضم به حضورتون، مورد 6 رو هم بیاریم. مورد 6 هم مربوط به حالت مقاطع قوطی هستش، که یو مساوی است با 1 منهای ایکس بار بر روی ال هستش، توی حالتی که ورق اتصال وسط باشه. توی حالتی که ورق اتصال بالا و پایین باشه، ببینید ورق اتصال بالا و پایینه، بالا و پایین ورق اتصال باشه، باز یو میشه 1 منهای ایکس بار بر روی ال، این هم میشه یو بر روی ایکس بار بر روی ال. فقط این ایکس بارها فرمولش رو داده آیین‌نامه، گفته آقا فرمولش اینه، مرکز سطح یه در واقع قسمت ناودونی شکل رو حساب کرده، از این رابطه حساب میشه، این به این رابطه اینجوری حساب میشه. مورد 6 پس مورد عین مورد 2 هستش. و مورد 7 یه مورد جالب، گفته که بچه‌ها ما گفتیم که وقتی که عرضم به حضورتون مثلا تو حالت 2 یه مقطع تیشک داشته باشیم یا مقطع نبشی داشته باشیم که از طریق یه بال وصله، یو مساوی با 1 منهای ایکس بار بر روی ال. مثلا ما توی این مثالی که حل کردیم یه مقطع نبشی بود که یو چقدر شد؟ یو خیلی کم شد، شد 40 خورده ای درصد، درسته؟ یو خیلی کم شد.
حالا اینجا چی گفته این مورد در واقع هفت؟ گفته که مقاطع تی شکل، حالا مقطع آیی که نصف کنی میشه تی شکل، در نیمروخای آی نورد شده و سپری تی بریده شده از آنها، همچنین نیمروخای دیگری نظیر بالپن استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت دو مجاز باشد. یعنی اون مقداری دیدید 46%، البته این مقطع تی شکل، اینجا بیشتر از مقدار دو مجازه، یعنی مقداری که اینجا حساب میکنیم میتونیم افزایشش بدیم، یعنی یورو به جای این اگه کم شد، نگاه میکنیم اگه مقطع سپری بود از این حالت هفت استفاده میکنیم، حالت هشت مربوط به مقطع نبشی که بعد از این بهتون میگم. این چی گفته؟ گفته در حال در اتصالات جوشی و پیچی، در صورتی که اتصال از طریق بالها برقرار باشه و حداقل سه وسیله اتصال در هر ردیف در امتداد تاثیر نیرو وجود داشته باشه. سه ردیف اتصال منظور پیچه، یه ردیف پیچ، دو ردیف پیچ، سه ردیف پیچ و چهار ردیف، مثلا توی مثالی که حل کردیم چهار ردیف پیچ باشه. پس اینجا گفته سه ردیف پیچ باعث حداقل باشه. اگه سه ردیف پیچ بود، اگر این بی اف عرض بال دی ارتفاع جانه، ارتفاع کل جانه، اگر بی اف بزرگتر از دو سوم بود یورو 9 دهم بگیره و اگر بی اف کمتر از دو سوم بود یورو 85 صدم بود. این مربوط به حالتی که حداقل سه تا باشه، سه ردیف وسیله اتصال داشته باشیم، حداقل سه وسیله اتصال، در حالتی که چهار وسیله انتقال داشته باشیم یورو 7 دهم بگیر. این مربوط به چیه؟ این مربوط به ارزم بزرگتون مقاطع تی شکل بود. اما واسه مقاطع نبشی مورد 8 میشه، که این رو مورد 8 رو چون توی این مثال هم استفاده کردیم، با مورد 8 رو بیشتر توضیح میدم. دقیقا تو واسه این مثال همین کار رو انجام میدم. مورد 8 چی گفته؟ در نیمروخای تک نبشی، مثل همین مثالی که حل کردیم، در صورتی که توسط یک بال متصل شده باشند، استفاده از مقادیر بزرگتر از حالت دو مجاز میشه. به حالت دو چی بود؟ یو مساوی با ایکس، یک منا ایکس بار بر روی ال. در صورتی که چهار وسیله اتصال در هر ردیف باشه یو هشتم، در صورتی که دو تا یا سه تا باشه یو ششتم. الان توی این مثال بچه چند تا ردیف داریم؟ یک ردیف، دو ردیف، سه ردیف، چهار ردیف وسیله اتصال داریم. پس طبق این بند، طبق بند 8 یورو میتونیم 8 دهم بگیریم. یعنی این بند چقدر کمک میکنه بچه‌ها؟ خیلی کمک میکنه. یعنی به جای این که توی مسئله ما رفتیم یورو حساب کردیم یو چقدر شد؟ 47%. این طبق کدوم بنده؟ این طبق حالت دو هستش. پس این کدوم حالته؟ کیس دو جدول 10-2. اسم جدول چنده؟ 10-2-3-1. این پس اینجا ما طبق کدوم کیسه؟ این کیس دو. پس این طبق کیس دو هستش. کیس دو of table جدول 10-2-3-1. 10-2-3-1 مبحث 10. درسته؟ حالا اگر ما این کیس 8 رو در نظر بگیریم، بچه کیس 8 رو در نظر بگیریم، ما یورو میتونیم چقدر بگیریم بچه ها؟ یورو یه دفعه به جای 47% میتونیم چقدر بگیریم؟ 8 دهم بگیریم. این خیلی کمک میکنه. اینجوری ما بنویسیم طبق according to the تو کیس 8 of table 10-2-3-1 میتونیم یورو چند بگیره بچه ها؟ یورو مساویه با 8 دهم بگیر. یورو مساویه با 8 دهم. بنابراین محاسبات ما به جای 0.47 میشه چقدر؟ میشه 8 دهم 47 ممیزه 49.77. ببینیم چقدر افزایش ظرفیت داریم، ماشین حساب رو بیاریم، میشه 8 دهم ضرب در 49.77. همین مساحت رو ببینیم، رفت رو 40 از 23 رفت 39.80 و
حدود 40 شد، 39.82، 39.82. وقتی که مساحت بشه 39.82، ببینیم این فی تی پی ان چقدر میشه. فی تی پی ان محاسبات همون قبلی هستش، فقط ببینیم این در واقع ترم دومی چقدر تغییر پیدا میکنه. خب این قسمت اول سر جای خودشه، قسمت دوم مساحتش به جای 23.44 میشه چقدر؟ 39.82. که ببینیم ضرب کنیم این قسمت دوم چقدر میشه؟ 0.75 ضرب داره، 0.75 ضرب داره، 3700 ضرب داره، 39.82 میشه 110.5 تن. 65 تن کجا بچه ها؟ 110 تن کجا؟ پس اینجا این قسمت میشه 110 هزار و چند بود یادم رفت، 110501، که در نهایت جواب به جای 65 تن شد 110.5 تن. استاد عذر میخوام یه سوال داشت، ببخشید الان استاد این 110 تنه یعنی داره میگه که اگه این نیرو وارد شه مسیر دچار شکست میشه، درسته؟ نه، این داره میگه که این مقطعی که اینجا میبینید در از 110 تن میتونه نیرو تحمل کنه. ببین این تا 110 تن نیرو تحمل میکرد، بیشتر از اون یعنی دچار شکست میشه. شکستم در محل اتصال اتفاق میفته. از کجا فهمیدیم در محل اتصال اتفاق میفته؟ چون این دومی کمتر شد، این دومی مربوط به محل اتصاله، این اولی مربوط به جاری شدگی در طول عضوه. بعد اون وقت این یو چه تأثیری داشت مثلا توی عمل؟ من این یو تو آی ای بود، یو تو آی ای بود، یو توی آی ای هستش. ببین این یو رو چی تأثیر میذاره؟ آی ای رو کم و زیاد میکنه. بله بله، نه در عمل میگیم مثلا، در عمل در واقعیت مثلا چه تغییری میتونیم بگیم؟ آینامه گفته که این رابطه، این رابطه یو دقیق نیست، داره اینو میگه، میگه آقا این یو دقیق نیست توی نبشی ها، خیلی جایی که خیلی کم کرد احتیاج نیست خیلی کم کنی، یعنی ضریب پایین. آره این رابطه، رابطه تجربیه، دقیق نیست، میدونی؟ آره آینامه گفته که حالت این که نبشی است، آقا قرار نیست که خیلی کمش کنیم، مثلا وقتی که 4 ردیف داری یو رو 8 تا بگیر، میتونی 8 تا بگیر. حالا ممکنه حساب کنی یو از تو طبق حالت دو یو از 8 تا بیشتر شد. پس ببینید بچه‌ها چه کیس دو و کیس 8 هر کدوم بیشتر بود رو باید حساب کنیم که ظرفیت واقعی به دست بیاد، اون چیزی که بیشتره ما دنبال اون هستیم. پس الان اینجا دیدید که ما اگر کیس 8 رو در نظر بگیریم، ظرفیت ببینید خیلی افزایش پیدا کرد، از 65 تن در واقع به 110 تن رسید، یعنی ظرفیت واقعیش همین 110 تن هستش. این به صورت غیر واقعی خیلی کسر کردیم. خب دوستان عزیز، این جلسه هم اینجا به پایان رسید.